با درود به بینندگان عزیز تلویزیون، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. امروز میخواهیم گفتگویی بکنیم در رابطه با ملت کرد، خلق زحمتکش و ستم دیده کرد، نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای همسایه که در اون زندگی میکنیم. همونطور که میدونید بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی به دنبال پایان جنگ جهانی اول تحولات مهمی در خاورمیانه رخ داد. در واقع تحت تسلط نیروهای پیروز به ویژه استعمار انگلیس و فرانسه نوعی کشورسازی های در منطقه رخ داده، دولت های مختلفی شکل گرفتن در منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه. اما از میان این دولت هایی که شکل گرفتن میشه گفت که سر دو ملت کلاه گشادی گذاشته شده. در واقع حق دو ملت تاریخی بزرگ و مهم در این منطقه خورده شد و عملا حق تعیین سرنوشت اونها نادیده انگاشته شد. یکی ملت فلسطین بوده به دنبال شکل گیری دولت اسرائیل و دیگری ملت کرد که در چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه عمدتاً ساکن هستند. خب در این ارتباط گفتگویی داریم با آقای مجید دارابیگ. خودشون کرد هستن، فعال سیاسی چپ و از مبارزین با سابقه. شما از نزدیک تحولات خلق کرد و مسائل کردستان و مجموعه موضوعاتی که به خلق کرد ربط داره رو دنبال میکنید. وضعیت ملت کرد و خلق کرد در کشورهایی که ساکن اون هستن، در واقع آخرین وضعیت و اوضاع اونها به چگونه است؟ با درود بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری و با درود بر شما. اولا نکته را اصلاح کنم، کردستان بزرگ یا کردستان تاریخی در جنگ چالدران در دوره شاه اسماعیل صفوی در واقع رقم خورد و در جنگی که بین ایران و عثمانی روی داد، مرز کنونی در واقع آذربایجان غربی و کردستان کنونی و همینجور ادامه داشته باشه تا برسه به مرز ایران، بین دولت صفویه و دولت عثمانی رقم خورد و به این ترتیب اولین تقسیم شروع شد و یک سرزمینی که سرزمین بگیم پدری یا مادری مردم کرد بود در اختیار دو امپراتوری قرار گرفت، یکی امپراتوری ایران صفوی و یکی امپراتوری عثمانی در ترکیه که مرکزش در اون دوره استانبول یا قسطنطنیه. اما در عین حال تقسیمات بعدی صورت گرفت. در جنگ بالکان بخشی از کردستان به تصرف اون دوره روسیه تزار درآمد. همتون یک ایالت کردنشین در خاک ارمنستانه و در دوره‌ای که اتحاد شوروی بود این به عنوان منطقه خودمختار کردستان به اصطلاح اتحاد شوروی پیشین نام داشت، همکنون هم جزء در واقع دولت مستقل ارمنستان. اما تقسیم اصلی کردستان پس از جنگ همینجور گفتید صورت گرفت. دولت فرانسه و انگلیس به یه توافقاتی رسیدن، همینجور که خود شما اشاره کردید دو ملت تاریخی در این منطقه قربانی شد، یکی ملت فلسطین که دولت انگلستان برای فلسطین سه قرار امضا کرد، یک قرار با خود جنبش صهیونیستی در 1917 با در واقع قرارداد بالفور یا بیانیه بالفور، وزیر وقت امور خارجه انگلستان دائر بر وجود یک سرزمین مادری برای یهودیان، یک قرارداد با شریف حسین امیر مکه برای بیرون راندن عثمانی ها از منطقه و یک قرارداد دیگه با فرانسه دایر بر این که پس از پایان جنگ بخشی از این متصرفات عثمانی را به فرانسه واگذار کنه. و وقتی که جنگ تمام شد
و امپراتوری عثمانی متلاشی شد، بخشی از این سرزمین امپراتوری به سوریه تعلق گرفت که قسمتی از کردستان عراق را در بر داشت، بخشی به عنوان یک دولت جدید تشکیل شد به نام دولت عراق که بخشی از کردستان در واقع جدا شده از عثمانی را در بر داشت. و در این حال وقتی که کردها در اون منطقه علیه دولت ترکیه شورش کردند و در واقع به نوعی نیمه استقلال رسیدن، هیچ دولتی حاضر به شناسایی اونها نشد و در نتیجه به دولت ترکیه اجازه دادن که مبارزه کردها را برای ایجاد یک دولت مستقل در شرق آناتولی سرکوب کنه و در نتیجه کردستان تقسیم شد. ناگفته نماند بخشی از این کردستان هم که بخش کوچکی است با کشور کوچکی لبنان مونده که یک کشور کاملا موزاییکی است با ترکیب قومی و ترکیب مذهبی که زیاد وارد بحثش نمیشیم چون ما را از مقوله اساسا تو این چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران هست. خب ما به ترتیب میخواییم وضعیت کردها رو در این چهار کشور بررسی بکنیم. ابتدا اگر مایل باشید از عراق شروع کلن همجور گفتی در هر چهار کشور مبارزه مردم کرد پس از پایان جنگ جهانی اول آغاز شد و تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پس از پایان جنگ در طول جنگ جهانی دوم و پس از پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت که از عراق که اشاره کردید، این جنبش در عراق سرکوب شد. رهبران جنبش کرد عراق که در اون دوره متمرکز بود بر رهبری ایلیاتی و خانواده بارزانی، اینها با 12,000 پیشمرگه در جریان جنگ جهانی اول دوم وارد ایران شدند و از طریق ایران به اتحاد شوروی پیشین گریختند. وقتی که در عراق کودتا شد، کودتای عبدالکریم قاسم علیه دولت پادشاهی دستشانده انگلیس، چون انگلیس بعد از اینکه عربستان را از خانواده شریف حسین دریغ داشت و به این سعودی ها یا بگیم به وهابی ها واگذار کرد، دو دولت مصنوعی به اینها داد. یکیش دولت اردنه که اصلا در تاریخ وجود نداشته و دیگری دولت کنونی عراقه که این دولت هم به این شکل و به این فرم کنونی وجود نداشت. بخشی از مردم عرب و بخشی از مردم کرد را به یکی از فرزندهای در واقع شریف حسین دادن که این عبدالکریم قاسم علیه اینها کودتا کرد. وقتی هم کودتا کرد که این لشکر را از عراق فرستادن برای سرکوب شورش مردم اردن، ولی عبدالکریم قاسم که جنرال بود از فرصت استفاده کرد، برگشت و در واقع حکومت ملک فیصل در عراق را سرنگون کرد. عبدالعلا و نوری فیصل که در واقع مظهر ستمگری در عراق بودند از بین برد. حکومت خالشان برافتاد و کردها فرصت یافتند از اتحاد شوروی سابق برگردند با شعار خودمختاری در کردستان و البته با سرنگونی عبدالکریم قاسم و روی کار اومدن بعثی‌ها، جنگ در عراق ادامه پیدا کرد. این جنگ به تناوب ادامه پیدا کرد تا دوره صدام حسین. اینها صلح داشتن، جنگ داشتن، آتش بس داشتن، عقب نشینی داشتن، اما نهایتاً یک قرارداد بستن برای خودمختاری. بعدن دولت بک، دولت حسن البک به این قرارداد وفا نموند. تمام دعوام بر سر تقسیم حوزه نفتی کرکوک بود، هنوزم مورد مناقشه است، اما یک فرجه تاریخی برای مردم کردستان عراق پیش اومد و امروز ما در کردستان عراق شاهد اقلیم کردستان هستیم. یعنی بخشی از سرزمین کردی که به دولت عراق واگذار شده امروز تحت عنوان یک حکومت خودمختار محلی اداره میشه
که به شکل فدرالیسم با دولت مرکزی در عراق ارتباط داره. اما در این حال مسئله کرکوک همچنان لاینحل مانده که سه ملت ترکمن، کرد و عرب در این شهر سکونت دارن و اگرچه آشوری هم هست، آشوری در تمام کردستان عراق هستن، اما در شهر کرکوک عمدتا این سه جریان هستن. آشوری در جاهای دیگر هم هستن، آشوری در ایران و ترکیه هم هستن، در سوریه هم هستن. اونا هم در واقع یک ملت در واقع زوال یافته هستند که امروز به عنوان یک اقلیت ملی و مذهبی، اما امروز اکثریت جمعیت آشور در استرالیا و ایالات متحده آمریکا سکونت دارن و زیر فشار دولت‌های مذهبی اقلیت کمی در منطقه مونده. سر همین عراق، خب البته در طول دوره حاکمیت صدام حسین، بعد از اینکه خود صدام حسین هم کودتا کرد و قدرت رو به مدت 30 سال به دست گرفت، خب سرکوب‌های خونینی رو علیه ملت کرد در عراق مرتکب شد که نقطه اوجش بمباران شیمیایی حلبچه بود که هزاران نفر اونجا با در نتیجه بمباران شیمیایی جان خودشون رو از دست دادن و در واقع یک نوع جنایت تمام عیار سیستماتیک علیه بشریت بود. بعد به دنبال جنگ اول خلیج که بعد اینکه عراق به کویت حمله کرد و کویت رو اشغال کرد و کویت از قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه مثلا امریکا کمک خواست و به کمک امریکا تونست کویت از اشغال عراق در بیاد، اینها با اون که امکان رو داشتن در دوره جورج بوش مثلا پدر بیان حکومت صدام رو سرنگون بکنن، در نیمه راه متوقف شدن. فقط تنها کاری که کردن یک منطقه پرواز ممنوع برای کردها ایجاد کردن، درست؟ منطقه پرواز ممنوع برای کردها ایجاد کردن، ولی کماکان مثلا به لحاظ زمینی حکومت صدام میتونست کردها رو سرکوب بکنه با تکیه بر نیروی چی زیری، تا اینکه به اصطلاح بعد از عملیات بعد از 11 سپتامبر مثلا چیز 2000 آره بعد از اون جریان دیگه توان حمله زمینی را هم نداشت، به خاطر اینکه در جریان همون جنگ دوم خلیج یعنی پس از آزادسازی کویت توسط نیروهای آمریکا از اشغال عراق و بر مردم کرد هم شورش کردن. معمولا جنگ اول خلیج همون جنگ ایران و عراق به اون معرفه، جنگ دوم خلیج اشغال کویت که بیش از 1 سال طول میکشه تا وقتی که آمریکایی‌ها میان آزاد کنن. جنگ دوم خلیج در واقع همین جنگی است بین آمریکا و عراق که از اشغال کویت تا آزادسازی کویت ادامه پیدا میکنه. بعد عراق به شکل خونینی در جنوب شیعیان شورشی را سرکوب میکنه، ولی در قسمت شمال به دلیل اینکه کردها سنت مبارزه طولانی دارن و در طول جنگ ایران و عراق هم در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق مناطق زیادی را آزاد کردن و سلاح و آمار در اختیار داشتن، صدام نتونست پیشروی زیادی کنه. برقراری در واقع پوشش امنیتی هوایی هم برای کردها فرجه داد که بخشی از کردستان را آزاد سازن، اما مشکلی که داشتن محاصره اقتصادی دو جانبه بود، یعنی از یک طرف دولت عراق تحت محاصره اقتصادی جهان و آمریکا قرار داشت، از طرف دیگر کردها تحت محاصره اقتصادی دولت مرکزی بودند و در نتیجه اینها تا حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اینها زیر فشار شدید اقتصادی، سیاسی و همچنین جنگ داخلی بین دو جریان کردستان بودند، یعنی از یک طرف اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی، از طرف دیگر حزب پارتی به رهبری مسعود بارزانی، اینها درگیری داخلی داشتند بر سر سهمی که از محل فروش نفت به ترکیه داشتن یا انتقال نفت به ترکیه داشتن، اما با اشغال عراق و دریافت سهمی از نفت عراق در واقع وضع اقتصادی کردستان عراق رو به بهبودی شد. اگرچه انتخابات
آزادی که به اصطلاح در عراق برگزار شد در قسمت جنوب عراق، یعنی اختلاف بین عرب شیعه و عرب سنی اونجا به بن‌بست رسیده، اما در شمال با یک انتخابات تقریبا میشه گفت نیمه دموکراتیکی نوعی دولت اقلیمی، دولت منطقه‌ای به وجود اومده. حالا یه سوال پیش میاد، ببین اینجا بعد از اینکه حکومت صدام حسین سرنگون میشه، ابتدا خود دولت امریکا اونجا یه کارگزار میذاره و بعد حکومت رو به اکثریت شیعه که عمدتاً جریانات اسلامی هستن تحویل داده میشه، ولی وضعیت کردستان به اصطلاح فرق مثلا با هم فرق میکنه با دیگر مناطق و اونجا دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با هم اونجا عملا یک نوع تقسیم قدرت میکنن، در حالی که جلال طالبانی مثلا میره رئیس جمهور کل عراق میشه که البته مقام مثلا عمدتا تشریفاتی قدرت اجرایی اساسا در دست نخست وزیره که مال شیعیان هست، ولی خود رئیس حکومت اقلیم کردستان یا در واقع رئیس جمهور کردستان عراق میشه چی؟ بارزانی، درست؟ خب مسعود بارزانی. در سالهای حکومت مشترک اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در واقع حاکمیت بلامنازی این دو حزب که هرچی بیشتر، چون حزب دموکرات کردستان که هیچ وقت سنت چپی نداشت، فقط چون شوروی گاهی مثلا یا کشورهای بلوک شرق ازش حمایت میکردن گاهی پیوندهایی با اونها داشت، ولی اتحادیه میهنی بخصوص به صورت چون یک تشکل ائتلافی بود حتی جریانات چپ و بعضا حتی ماویست هم درش حضور داشتن، خود جلال طالبانی مدتها گرایش به ماویست داشت، ولی هرچی که از تاریخ این دو حزب میگذره دیگه اینا به یک جریانات عادی راست بورژوایی تبدیل میشن و دیگه اینا رو نمیشه با سنت چپ توضیح داد. حتی اتحادیه میهنی در سالهای اخیر دوچار انشعاب هم شده با یکی از رهبرهای سابق نوشیروان مثلا حزب تغییر یا گوران رو مثلا چیکار کرده؟ ایجاد کرده. الان پرسشی که مطرح هست علارم رشد اقتصادی و تحولات اقتصادی گسترده‌ای که داشته به همت اون درآمد نفتی که دارن، میگن که فساد هم سیاسی هم اقتصادی در اقلیم کردستان بیداد میکنه، درست؟ این سهمی که از این کیک برده شده اساساً به دلیل همون مناسبات قبیله‌ای و ایلاتی به رهبران و رهبران قبایل و سران این دو حزب تعلق گرفته و توده به اصطلاح کارگر و زحمتکش سرشون یا کاملاً بیکلام مانده یا اینکه مثلا سهم ناچیزی بردن. نظر شما در مورد این چیه؟ یعنی مثلا این فساد سیاسی اقتصادی گسترده‌ای که اونجا وجود داره و مثلا نقش و وزن نیروهای چپ و کمونیست در اقلیم کردستان عراق. واقعیت فساد در کردستان عراق امر محرزی است، این دیگه همگان میگن، خود دولت هم اعتراف میکنه و در واقع حزب اعتراضی هم که در اونجا وجود اومد به اسم گوران، گوران یعنی تغییر، در مشکلش این بود که هر دوتا حزب فاسدن و ما بایستی راه دیگه را پیدا کنیم و جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم به این حزب رای آورد، به طوری که میگن این حزب نزدیک 25% کرسی‌های اقلیم کردستان را در اختیار داره و در نتیجه الان در کردستان عراق نه سیستم دو حزبی که سیستم سه حزبی برقرار شده، اما دو حزب سنتی یعنی اتحادیه میهنی و حزب پارتی یا حزب دموکرات کردستان، اونها ائتلاف دارن. ائتلافشون هم این بوده که حکومت کردستان را واگذار کردن به پارتی یا و نمایندگان دولت عراق را هم در دولت عراق هم واگذار کردن به اتحادیه میهنی، هم وزارت امور خارجه در اختیارشونه، هم یکی دو تا وزارت کوچکتر و هم وزارت امور خارجه که همچنان هوشیار زیواری را داره. خب کردستان عراق البته نمیشه گفت توسعه اقتصادی پیدا نکرده، اما کردستان عراق زیربنای اقتصادی توسعه پیدا کرده، راه‌سازی شده، مدارس ساختن، دانشگاه ساختن، ولی همش تمام با فساد دیگه. یعنی در واقع سنت ایلی و سنت قبلی که در این کشور وجود داره نتونسته جای خودش رو به یک در واقع
سیستم منظم اداری بده، جای خودش به یک دموکراسی واقعی بده که کنترل بشه. همه اینها زمینه هایی است برای فساد. ولی بالاترین مسئله برای وجود فساد وقتی است که در یک حکومت شخصیت هایی هستند که کیش شخصیت دارن. واقعیتش این است که در جنبش کردستان هم جلال طالبانی و هم مسعود بارزانی تبدیل شدن به کیش شخصیت، و وجود همینا که عده تعاملشون میکنن زمینه ایست برای ادامه این فساد. تا چه حد مثلا این جامعه دموکراتیزه بشه، به نسبتی که این جامعه میتونه دموکراتیزه بشه که جلو فساد بگیره، مادام که به یک دموکراسی واقعی نرسیده، همه جا کنترل نشه. در مورد سازمانهای دیگه، خب در اونجا تلاشهایی صورت گرفته، اعضاب چپ وجود دارن، کسانی که ادعای مارکسیست لنینیستی دارن، کسانی که ادعای حکومت کارگری دارن، خودش را سوسیال دموکرات میدونن، اینها وجود داره. ولی نتونستن در سیاست اقلیم کردستان نقشی داشته باشن. چرا؟ یک دلیلش روشنه. در کردستان مسائل کاملا پیچیده‌ای وجود داره. اولین پیچیدگیش این است که دولت مرکزی دچار بحرانه و مردم کردستان بیم آن دارن که اختلاف داخلی موجب تضعیف اینها بشه. تهدیدی که در واقع نوری مالکی کرد مبنی بر این که لشکرکشی خواهد کرد به شهر کرکوک و کرکوک را ملحق خواهد کرد به بخش جنوبی، این یک عاملی شده که اونجا فشاری که قبلا از جانب این حزب گوران، حزب تغییر به رهبری نوشیروانی کاهش پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ترسون این است که از اختلاف اینها اونها سوء استفاده کنن، و قطعا هم رهبران و عوامل فساد هم از چنین موقعیتهایی سوء استفاده بکنن. البته یه نکته رو باید تذکر داد که در جریان بهار عربی ما شاهد یه سلسله تظاهرات هم در کردستان عراق بودیم بر علیه دقیقا همین حزب، بر علیه به ویژه کنترل حزب دموکرات کردستان عراق و مسعود بارزانی، و حتی تعدادی به اصطلاح چیه کشته شدند در جریان این تظاهرات توسط به اصطلاح پلیس محلی که سابق پیشمرد بودن، پلیس محلی کردستان عراق. و بعد از یک طرف دیگر هم مثلا شاهد نوعی سازماندهی هم در میان زنان، هم در میان دانشجو، هم در میان کارگران بودیم. نیروهای کمونیستی هم به نسبت سایر مناطق عراق حضور پررنگتری دارند در کردستان عراق. در واقع هزاران نفر الان اونجا حضور دارن، ولی کاملا نکته‌ای که گفتید درسته، یعنی نیروهای چپ، کارگری و کمونیست هنوز راه طولانی دارن برای اینکه به یک آلترناتیو به اصطلاح تبدیل بشن در مقابل این به اصطلاح دو حزب حاکم یا حتی سه حزب چی که الان در صحنه سیاست کردستان عراق نقش ایفا میکنه. خب ولی این وضعیتی که الان در اقلیم کردستان عراق وجود داره برای خیلی از کردهای ایران، سوریه و ترکیه یک رؤیا به نظر میرسه. یعنی با اون که مثلا کردهای ترکیه و حزب اصلیشون حزب کارگران پکاکا درست همیشه مثلا مدت‌ها سیاستش این بود که برای کردستان بزرگ و برای استقلال کردستان مبارزه میکرد، مدتیه که خب سیاستش رو تغییر داده. خود وضعیت کردهای ترکیه بعد الان این مذاکراتی که شروع کردن، خود اوجالان از درون زندان و بعد پکاکه اعلام آتش بس کرده و مذاکراتی که با دولت اردوغان شروع کردن، آخرین وضعیت کردهای ترکیه، تأثیری که به اصطلاح گرفتن از حکومت اقلیم کردستان عراق، مناسبات این دو، اینو اگه میشه برای بینندگان ما توضیح بدید. یه نکته اصلاح کنیم. اون شورشی که پس از بهار عربی در عراق صورت گرفت در دو منطقه بود. یکی در مناطق عرب نشین که هنوزم ادامه داره. و مناطق سنی عرب، یعنی در موقع شهرها و مناطقی که اهل تسنن هستن، اونا شورش کردن، تظاهرات دارن، هنوزم این تظاهرات ادامه داره. منتها تظاهرات مسلطانانه تحت تأثیر اون عوامل در واقع تروریستی بیرنگه. در کردستان عراق
در منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی صورت گرفت. اون قسمتی که تحت نفوذ در واقع ضمن اینکه قدرت آره قسمت سلیمانیه و جنوب کردستان عراق بود، اون بخشی که در واقع درسته که رئیس جمهور از خانواده بارزانی، نخست وزیر از خانواده بارزانی، ولی در این حال اداره سلیمانیه و مناطق جنوبیش تا خانقین، خانقین در گذشته تحت تصرف دولت عراق بود، الان خانقین جزء اقلیم کردستانه، ولی پایین تر از خانقین هنوز جزء اقلیم عربستانه یا قسمت عربی عراقه. اینا که باید بگیم چیزی که مهمه، اقلیم کردستان اجازه داد در منطقه قندیل، نقطه مرزی بین ایران و عراق و ترکیه، ولی در واقع خاک عراقه، اینجا کردای ترکیه اومدن اینجا جمع شدن، شد به پایگاه نظامیشون، مرکز آموزششون، منطقه کوهستانی و صعب العبور به زبان گذشته، منطقه راحت نمیشه اونجا را گشود، و در واقع اقلیم کردستان پایه‌ای شد بر اینکه نیروهای پیکاکا یا نیروی حزب کارگران کردستان نیرو بگیرن و بتونن در چند سال گذشته با دولت ترکیه برخورد نظامی بکنن، تا جایی که دولت ترکیه سرانجام به نوعی آتش بس تن داده. اینکه نتیجه این آتش بس به کجا خواهد رسید، تا کجا خواهد شد، یک چیز محرزه، این است که تجربه کردستان عراق برای هر چهار دولت منطقه میتونه یک تجربه باشه. زودتر از ترکیه سوریه بهره برداری کرد، سوریه که درگیر یک جنگ داخلی هست با در واقع مخالفین عرب خودش، مناطق کردنشین سوریه را، شمال سوریه را تخلیه کرد، چهار استان از 18 استان یا از 20 استان سوریه را تخلیه کرد، به خود کردها سپرد، کردهای در واقع سوریه به تقلید از کردهای عراق شروع کردن شوراهای نظامی تشکیل دادن، مناطق نظامی را چیدن و با عواملی که در واقع خودشون را وابسته به القاعده میدونن، مثلا همین هفته گذشته امیر، چون القاعده خودشون را امیر میدونن به شکل صدر اسلام، امیر سوریه و شمال عراق که در منطقه نفوذ سوریه بود توسط اون پیشمرگ‌های کرد بازداشت شد. اون وقتی که میخواست بمب کار بذاره در یه مدرسه گرفتندش. اینه که در واقع کردهای عراق به این تجربه رسیدن که سرنوشتشون با دولتی که به اسم عراق تشکیل شده به لحاظ تاریخی گره خورده و میبایستی این مسئله در درجه اول در ارتباط با یک سرزمین عربی و یک شهر مشترک حل بشه، چون در کردستان دو تا شهر در واقع مسئله آمیزه، یکی شهر موصل که ترکیب اکثریتش عربه و اقلیتش کرده، یکی شهر کرکوک که اکثریتش کرده و یک اقلیت عرب مهاجر داره، اما در این حال مهاجر هم انسانه و به این سرزمین اومده و حق حیات داره و حق زندگی داره، در نتیجه بایستی این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. اگر کردستان عراق بتونه در چارچوب یک نظام فدرالی هم در دولت مرکزی مشارکت داشته باشه و هم در اقلیم کردستان خودمختاری کامل داشته باشه، این الگوییست برای سوریه. اگر در سوریه یک دولت نیمه دموکرات مثل الان ایران، ایران نه دولت دموکرات نیست ولی یک توازن قواست بین شیعه و سنی، اینا برابردری کردن، اگر در سوریه این توازن قوا به وجود بیاد بین دو جریان علوی و اهل تسنان، کردها بتونن به نوعی خودمختاری در اونجا برسن، بنابراین شانسی برای کسب امتیاز توسط سازمان کارگران انقلابی ترکیه از دولت ترکیه بیشتر. البته انقلابی نداره، حزب کارگران ترکیه. ببین این با عقب نشینیه، این فقط عقب نشینی دولت اردوغان نبود، تحت اصلا خود حزب کارگران کردستان ترکیه هم از سیاست قبلیش
از استراتژی قبلیش عقب نشینی کرده، یعنی به نظر میرسه از ایده کردستان بزرگ و استقلال و تشکیل به اصطلاح جمهوری مستقل کردستان عقب نشینی کرده و میخواد به اصطلاح حداقل در چشمانداز مثلا نزدیک الگوی اقلیم کردستان عراق رو پیش روی خودش قرار داده و با همین الگو میخواد با دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه مثلا وارد مذاکره شده. خود این کردهای سوریه هم که در دوره به اصطلاح هم حافظ اسد هم بشار اسد اصلا حقش از هر گونه حق شهروندی محروم بودن، حتی از داشتن پاسپورت هم محروم بودن، اینها تحت به کمک حزب پیکاکر مثلا چیکار کردن؟ تشکل‌های خودشون رو سازمان دادن، خودشون رو مسلح کردن و به دلیل همین خلای قدرتی که وجود داشت و همچنین عقب‌نشینی که ارتش سوریه از اون مناطق کرده بود، عملا الان کنترل کردستان سوریه هم کامل به دست جریاناتی افتاده که تحت تاثیر عمدتا نه همشون تحت تاثیر مثلا حزب کارگران کردستان ترکیه هستن و بعد تحت تاثیر همین عقب نشینی حزب کارگران کردستان ترکیه ما شاهد تغییراتی در سیاست پژاک در ایران هم هستیم. پژاکی که مثلا بعد از به اصطلاح رکود فعالیت‌های مسلحانه احزاب عمده کردستان ایران کومله و دموکرات، عملا تنها نیرویی بود که وارد درگیری مسلحانه با رژیم میشد، مدتیه که بخصوص در جریان انتخابات هم این موضعشون رو دیدیم تحت تاثیر تغییر سیاست های حزب پکاکه شاهد تغییر سیاست پژاک هم بودیم که خودش میگن که شعبه به اصطلاح ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه هست. در این مورد خود همین تغییر تأثیری که عقب نشینی حزب پکاکه گذاشته هم بر سوریه و هم بر ایران و همچنین مایلم نظرتون رو در مورد آخرین وضعیت کردستان ایران هم بدونم. اون قسمت کاملا درسته، به خاطر اینکه پژاک فقط با حمایت مادی و معنوی سازمان کارگران کردستان ترکیه میتونست بجنگه. چرا؟ اون بخشی که در واقع اقلیم کردستان، اقلیم کردستان به هیچ کدام از سازمان‌های کرد ایرانی اجازه عملیات مسلحانه و وارد شدن به خاک ایران و بازگشتن به کردستان عراق را نمیده. تنها جایی که برای اینها امکان داشت از مناطق مرزی که تحت کنترل در واقع پیکاکا بود، اینها امکان وارد شدن به ایران، عملیات انجام عملیات نظامی و بازگشت را داشتن. خب این طبیعیه. اما همینجور گفتی در سوریه الان 8 حزب و سازمان در کردستان سوریه فعاله. اما برجسته ترین حزب حزبی است که نماینده پیکاکاست. یعنی همه جا پرچم پیکاکاست. حتی اون اعضاب کوچیک هم در کنار پرچم خودشون پرچم پیکاکا را برافراشته ساختن. پیکاکا در این حال یک سازمان بزرگی است. هواداران نیرومند داره. درست این سازمان تجدید نظر کرده ولی در مطبوعات ترکیه هم این بررسی شده. این فقط یک سازمانی نیست که چند هزار پیشمرگه داشته باشه، این یک سازمانی است که در واقع توانسته در ظرف 30 سال گذشته هزینه مالی یک جنگ فرسایشی را تامین کنه و این یک توانی است. قدرت بسیج نیرو داره، توانایی به میدان آوردن 100,000 آدم را در هر کشور اروپایی داره، توانایی تظاهراتی را در مناطق کردنشین داره، با یک اشارش میاد، البته در کردستان ترکیه احزاب سوسیال دموکرات هستند، احزابی که هستند که با جنگ مسلح مخالفن، با عملیات نظامی مخالفن، در میان مردم نفوذ دارن، ولی بیشترین نفوذ از آن پیکاکاست و اینکه پیکاکا وارد مذاکره شده بایستی این دید که در واقع جنگ به چه هدفی صورت میگیره. جنگ به این هدف صورت میگیره که طرف را وارد میز مذاکره کنی. هم دولت ترکیه فشارهایی که میاره، هم پیکاکا فشارهای نظامی را به این قصد میارن که بیان پای مذاکره. اما در رابطه با پژاک ایران نسبت به سازمان‌های کرد ایران نیرویی نیستن. اما چرا در ظرف 10 سال گذشته مردم به اینجا آوردن؟ اولا وقتی مردم کرد می‌دیدن که کردها در سوریه می‌جنگن، در کردستان نیمه حکومتی دارن، در
ترکیه و سوریه میجنگن، خب ما چرا نجنگیم؟ در نتیجه سازمانی که میگه بجنگیم طرفدار پیدا میکنه. اما این به معنای این نیست که پژاک نیروی برتر از سازمانهای دیگه داره. سازمانهای دیگه به این دلیل امروز خاموشن که تابع سیاستی هستند که در کنارشون داره. تحولاتی که در کردستان ایران صورت گرفته به نظر من یک تحولات ریشه‌ایه. ریشه‌ای به اینجاست که همونجور که در کردستان عراق به این ارتیابی رسیدن که سرنوشتشون با سرنوشت مردم عراق گره خورده، در کردستان ایران هم به این ارتیابی دقیق رسیدن، قبلا هم بودن، که سرنوشت اینها با سرنوشت تمام خلقای ایران گره خورده و کردستان ایران نمیتونه جدا از آذربایجان، جدا از بلوچستان، جدا از خوزستان که در برگیرنده مردم عربان باشه یا ترکمنزرها به جایی برسه. این یه بخش. دوم این که در کردستان ایران برخلاف کردستان عراق و سوریه چپ نیرومنده. یعنی سنت مبارزاتی چپ داره. الان حزب در ترکیه این حزب خودش چپ میدونه. ولی با وجود این حزب یک خودش یک حزب چپی میدونه، اما این حزب هنوزم یک حزب قبیله ایه، یک حزبی است متکی به دهقانان، متکی به توده هایی که در واقع ریشه در سنت این جامعه دارن، در حالی که ایران شهرنشینی گسترش پیدا کرده، شهرهای کردستان ایران گسترش بیشتری پیدا کردن و علاوه بر اون فرهنگ مبارزاتی در تمام ایران و در کردستان به نسبت بالاتری رشد کرده. در نتیجه اون چی که الان در کردستان ایران چشم انتظاره، انتظار یک حرکت سرتاسریه، احتمال اینکه حرکت آینده در کردستان گرایش چپش یک گرایش با وزنی باشه از هر زمانی بیشتره. چرا؟ به خاطر که در کردستان عراق مبارزه طبقاتی در سطح کردستان ایران نیست. در کردستان عراق سنت کارگری سنت ضعیفیه. در کردستان ایران سنت کارگری سنت نیرومندی است. ایران شهرهای صنعتی بزرگی داره، مثل تبریز، مثل شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی کرج و خود تهران و اصفهان که کارگران کرد دوش به دوش کارگران فارس و کارگران آذری شرکت کردن و در نتیجه حتی میبینیم در اتحادیه سرتاسری ایران کارگران کردستان شرکت دارن. نکته جالبیه که بخش مهمی از هم فعالین چپ و هم بخصوص فعالین کارگری به مدد همین کارگران پیشروی مهاجر، کارگران پیشروی کردی که میرن سایر مناطق ایران کار میکنن، ولی در این حال از آگاهی طبقاتی بالای برخوردارن، یعنی بخش قابل توجهی از به اصطلاح تشکل‌های کارگری یا تشکل‌هایی که مثلا کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا کمیته پیگیری کرد هستن. اینا بعد نیروی چپ هم کمونیست هم قوی است. بخصوص مثلا ما شاهد این بودیم که بعد از اعدام فرزاد کمانگر مثلا اعتصاب عمومی بزرگی که به فراخوان شاخه کردستان حزب کمونیست ایران سازماندهی شده بود، یک اعتصاب عمومی موفقی بود. همه سازمان بودن. آره همه بودن، پشتیبانی کردن، ولی به اصطلاح فراخوان اولی رو اون داده بود. ولی کلا مثلا به ویژه در شهرهای مثل سنندج، مثل سقز، اینا تو میبینی که مثلا جنبش زنان و همچنین جنبش کارگری قویی که تحت تاثیر چپ سوسیالیستی است برخوردن. ولی ما در این دوره ما شاهد انشاب، یعنی دو تا روند رو ما شاهد بودیم. از یک طرف انشعابات متعدد در خود کومله بوده، درست؟ یعنی حزب کومله از یک حزب انقلابی مارکسیستی و کمونیستی بعد از اینکه به اصطلاح فقط یک شاخهش خودش رو هنوز کمونیست میدونه، شاخه های دیگرش عملا چی شد؟ یعنی حزب کومله الان به رهبری عبدالله مرتضی عملا به یک جریان تماما راست بورژوایی تبدیل شده. حزب مثلا زحمتکشان کردستان کومله هم وضعیت بهتری نداره. همین وضعیت در مورد حزب دموکرات که به دو جناح تقسیم شده هم صدق میکنه که هر دو هم تحت عنوان حزب دموکرات کردستان، حالا یکی با
پسوند ایران و یکی بدون پسوند ایران فعالیت میکنه. در واقع ما از یک طرف شاهد انشعابات متعدد در دو نیروی عمده کومله و دموکرات در کردستان ایران بودیم و هم شاهد راست شدن هرچی بیشتر اونها، بخصوص نکته ای که نباید فراموش کرد، تمایل اینها به قدرت های امپریالیستی است. یعنی احزاب عمده روز به روز تمایل بیشتری برای به اصطلاح معامله با قدرت های بزرگ نشون دادن، به ویژه بعد از حمله جورج بوش پسر به عراق و اشغال عراق و سرنگونی صدام. مثلا عملا دیدیم که مثلا یکی از رهبران یکی از همین احزاب، مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات، مثلا خواهان همین حمله مشابه بود و خواهان این بود که این دموکراسی که جورج بوش پسر برای عراق آورد برای ایران رو هم بیاره. شما مثلا این در صورتی که مثلا ما یک سنت ضد امپریالیستی قوی داشتیم، زمانی بود که مثلا حداقل در دوره مثلا قاسملو حزب دموکرات یکی از پیشگامان مثلا پیشنهاد دهندگان ایجاد جبهه دموکراتیک ضد امپریالیستی بود، ولی بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی و پایان جنگ سرد میبینی هرچی بیشتر حزب دموکرات مثلا گرایش پیدا میکنه به قدرت‌های خارجی، کملم هرچی بیشتر بخش عمدهش از به اصطلاح سنت چپ فاصله میگیره. نه در مورد قاسملو بعید میدونم چنین ایده ای در قاسملو بوده باشه. نه حزب دموکرات پیشنهاد داده بود. آره در حزب دموکرات یک حزب توده ایست، یعنی بخشی از تودای کرد را در بر گرفته و نسبت به سازمان زحمتکشان اون در یک بخش در واقع شهری نفوذ داشت، این در یک بخش روستایی و مناطق شمال کردستان و این در جنوب کردستان ده. اما در درون حزب کردستان، حزب دموکرات کردستان دو جریان وجود داشتن. یک جریانی که بیشتر تمایلات ناسیونالیستی و در واقع کردوبس را نمایندگی میکرد. شخص قاسملو نماینده این بود در 1362 در کنگره ششم طرح کردوبس را مطرح کرد. کردوبس یعنی چی؟ یعنی در واقع ما مسئله من کرده، مسئله من سوسیالیسم نیست. و در این رابطه هم وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد. نه هر وارد مذاکره شدم در این رابطه تمایلش به دولت‌های سوسیال دموکراسی اروپا بود و بعد از این قضیه سوسیال دموکراسی در دو کشور از اون پشتیبانی گسترده کردن. یکیش سوسیال دموکرات‌های اتریش بودن، یکی سوسیال دموکرات‌های فرانسه بودن و این در واقع میخوام بگم که اون نبوده. اینها رفتن با جبهه در واقع با نه با انترناسیونال سوسیال دموکراتی رفتن، هیچی در واقع رفتن با شورای ملی مقاومت. شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین تشکیل داد، از اول هم این سازمان نگرشش به سازش با کشورهای امپریالیستی بود، در فرانسه مستقر شد، سیاستش دیپلماسی بود. این به قاسملو به نظر من نمی چسبه، اگرچه من برای شخصیت قاسملو احترام قائل هستم به عنوان یک فردی که به هر حال مبارزه کرده، تفکری داده، تفکرش اوریان بیان میکرد، دو دوزه بازی نمیکرد، این خصلت خوبش بود. اما در درون حزب گرایش چپ و رادیکالی که خودش به سنت چپ وفادار میدون وجود و به همین دلیل هم که میبینیم اون بخش انقلابی ازش جدا میشه. در اون چرا انقلابی هم چون اونا میبیندن مجددن به مجاهدین، حالا از ناچاری رفتن به مجاهدین، از سر چاره نبودن، چون اینا از مجاهدین جدا شده بودن، اونها به خاطر دریافت کمک ناچار بودن هزینه را بچرخونن، هیچ سازمان دیگری توان یاری رسوندن به فرض کنین 1000 پیشمرگه و خانواده و بستگان و اینها را نداشت. این واقعیت هاییست که در اون شرایط تعمیل شد. ولی در کل انشعاب بعدی تحت تاثیر مسائل همینجور گفتی کردستان عراق قرار گرفت. یعنی در کردستان عراق تحولی روی داد، سرنگونی یک دولت دیکتاتوری به اینها امکان داد. سرنگونی هر دولت دیکتاتوری یک سری نیروها را آزاد میکنه، ایده به فکر بهره برداری از این نیرو میافتم. اما من میخوام یه نکته دیگر را بگم. انشعاباتی که در درون احزاب کرد کردستان صورت گرفت، من این را در ارتباط با ایران میدونم. انشعاباتی که در درون سازمان های چپ ایران وجود داشت،
از سازمان چریکای فدایی بعد از انقلاب که تبدیل میشه به شاخه شاخه و شاهد چند فدایی میشه، از جمله اکثریت میاد میشه چند اکثریت، اقلیت میاد میشه چند اقلیت. بعد هم میبینیم حتی سازمان کارگران انقلابی را کارگران دچار انشعاب میشه، گروه های ازش جدا میشن. احزاب کردستان را از اینا نباید جدا کنی. چرا؟ به خاطر که همون مسائل ایدئولوژیکی که در چپ ایران وجود داره، اینها متعلق به سنت چپ ایرانن. همینجور که سازمان چریکای فدایی تبدیل میشه به سازمان سراسری فدایی، از موضع راست جدا میشن. اینها در کردستان هم همینه. سازمان کومله را، سازمان زحمتکشان کردستان را شما یک سازمان فدایی بعد از انقلاب تصور کنید که دو جناح راست و چپ از هم جدا میشن. خب در درون راستش انشعاب وجود میاد، در درونشم اینا به لحاظ ایدئولوژیک بالاتر از اون چیزی که فدایی بعد از انقلاب، نه بعد از انشعاب نبودن. چرا؟ میگفتن ما مارکسیست نیستیم، چون اینا هم همینجورن. در نتیجه من میخوام بگم که هر دوش هست، هم عامل ذهنی که در کردستان عراق روی داد، یک ارتش غارتگر اومد یک دولت مرکزی را سرنگون کرد، اینا امکان نفس کشیدن پیدا کردن، این یکی. طرف دیگر احزاب ایدئولوژیکن. احزاب ایدئولوژیک وقتی که به اون بستا میرسه نمیشه. من منظورم اینه بود، البته خود دولت اقلیم کردستان عراق همیشه از انشعاباتی که در چه کومله و چه در دموکرات رخ داد و حداقل به لحاظ سیاست رسمی ناراحت بود و سعی میکرد اینا رو آشتی بده و سعی میکرد حداقل اینا با هم تقابل حداقل نظامی پیدا نکنه. طبیعیه که این هر انشعابی در هر جریانی رخ میده. من نمیگم مثلا دولت اقلیم کردستان یا قدرت‌های خارجی انشعاب رو، اونا ممکنه تاثیراتی گذاشته باشن ناشی از اختلافات درونی. حالا میتونه اختلافات تشکیلاتی باشه، میتونه اختلافات برنامه‌ای سیاسی باشه. بخصوص حالا مثلا خیلی ها مثلا میگن نمیفهمن ماهیت اختلافات واقعی حزب دموکرات، دو تا حزب دموکرات مثلا در کردستان ایران چیه، بیشتر میگن دعوا سر پست مقام. ولی کومله قطعا همونطور که در مورد جنبش فدایی گفتید واقعا ناشی از این بوده که یک بخش انقلابی و چپ که کماکان میخواد به سنت های سوسیالیستی کمونیستی وفادار بمونه و بخشی که هرچی بیشتر داره راست میشه و بعد در پروسه این راست شدن من به ارتباط اونها با قدرت های امپریالیستی اشاره کردم، نه اینکه قدرت های امپریالیستی مثلا عامل انشعاب در کومله بودن. مسلما عوامل داخلی دقیقاً تلاش میکنه راست بشه که بتونه تماس بگیره. به عنوان یک سازمان کمونیستی تحویل نمیگیره، به عنوان یک جریان سنتی بورژوا و متکی به پار دموکراسی بورژوایی طبیعیه خب بهتر احترام رو میگیرن. حالا به عنوان جنبندی پایانی، خب ما تو تلویزیون برابری مرتبا خب یکی از مسائلی که روش میکوبیم همین به اصطلاح توجه به جنبش ملت‌های تحت ستم هست، توجه به حق تعیین سرنوشت ملل هست، مبارزه هست علیه ستم مضاعف ملی، علیه همه ملت‌های تحت ستم ایران و مشخصا تو این گفتار به اصطلاح ملت کرد. درست؟ حالا در این 4-5 کشور، حالا اون 4 کشور عمده است، حالا لبنان و ارمنستان هم داریم، جای دیگر هم داریم، ولی عمدتا در این 4 کشور به نظر میرسه که همه اکثریت حداقل مردم این کشورها و جریانات سیاسی این 4 کشور در پی رسیدن به حق تعیین سرنوشت خودشون در چارچوب یک اتحاد داوطلبانه اما برابر حقوق با ملت‌های دیگر ساکن همون کشوری که هستن. آیا این جنبندی رو میشه ارائه داد؟ آره دقیقاً. ما در ایران مسائل خیلی، کردستان ایران یا مردم کرد ایران در ایران مسائل کاملاً پیچیده‌ای دارن. مثلا یک نکته رو روشن کنیم، در شمال خراسان ما در شمال خراسان چند شهر کردنشین داریم، در بس کردنشینن، کردهایی که از دوره صفویه تا قاجاریه تبعید شدن، 500 سال سنت تبعید دارن، در اون قسمت چند قرن است که زندگی همزیستی دارن با کنارشون ترک و ازبک و فارس در یک ایالت یا در یک استان. طبیعیه در کردستان ایران و برای ملت کرد یا ملیت کرد ایران
بهترین راه این است که تمام مردم ایران در چارچوب مرزهای کنونی اتحاد داوطلبانه داشته باشند، با برابری کامل سیاسی و فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی رسمیت بخشیدن به همه زبان‌ها، رسمیت بخشیدن به همه مذاهب. اعلام نشه مذهب رسمی کشور شیعه رسمیه، اعلام نشه همه مذاهب در چارچوب این کشور آزادن، همینجور که بی مذهبی آزادی. خب مجید دارابگی عزیز، من ازت تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردی. مسلما خیلی از ناگفته ها هنوز باقی است، میشه این مسئله رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، اما به هر حال دیگه وقت ما تموم شده. اگر نکته پایانی داری با بینندگان ما در میان بذاری تشکر. با تشکر فراوان از شما، در نکته پایانی رو میخوام بگم که مسئله حق تعیین سرنوشت یک اصل دموکراسی است و متاسفانه این اصل دموکراسی هم از طرف جریان‌های راست و هم از طرف حتی بعد یا با ادعای چپ نادیده گرفته میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر قرار است در یک جامعه سوسیالیسم برقرار بشه، بدون به رسمیت شناختن حق یک ملت به جای نرسه. همونطور که اگر حق برابری زنان به رسمیت نشناختن، نمیتوان از سوسیالیسمی حرف زد که زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نباشند. بنابراین در جنبش ما باید این از پذیرفته بشه، همانطور که برای برابری زن و مرد در این جامعه میجنگیم، باید برای برابری همه ملیت ها در چارچوب ایران و فراتر از ایران، برای آزادی همه انسان ها جنگید. یک انسان نمیتونه احساس کنه که خودش در رفاه باشه انسان دیگه دردمند باشه، یک انسان نمیتونه احساس کنه خودش آزادی داشته باشه ولی انسان دیگه دردمند باشه. اگر قرار است در یک جامعه دموکراسی برقرار باشه، این دموکراسی بایستی عمومیت داشته باشه. سوسیالیسم باید عمومیت داشته باشه، استثناء معنی نداره. درسته. بنابراین نکته پایانی جالب بود، از شما تشکر میکنم. به امید گفتگوهای آتی.